درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. ناصر ملک مطیعی. ناصر ملک مطیعی زاده 8 فروردین 1309 در گذشته 4 خرداد 1397 بازیگر و کارگردان ایرانی پیش از انقلاب 57 بود. پس از انقلاب ادامه کار هنریش همچون همتایانش محمد علی فردین و بهروز وثوقی ممکن نشد و تنها در 2 فیلم بازی کرد. ملک مطیعی پس از انقلاب و تا زمان درگذشتش در مشاغلی همچون شیرینی فروشی و مشاور املاک فعالیت داشت. غیر از فیلم‌های عامه پسند ایرانی، ملک مطیعی در بعضی فیلم‌های فیلمسازان متفاوت‌تری چون علی حاتمی و زکریا هاشمی و مسعود کیمیایی و رضا میرلوهی و هوشنگ کاووسی نیز بازی کرد. ناصر ملک مطیعی دیپلم رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی تهران را داشت و قبل از آن که به سینما راه یابد، معلم ورزش دبستان‌های تهران بود. او پس از ورود به سینما و کسب محبوبیت به فعالیت در تئاتر از 1335 و دوبله فیلم از 1338 نیز پرداخت. فعالیت وی در سینما با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری پرویز خطیبی 1328 آغاز شد. بازی ملک مطیعی در 2 فیلمش شکار خانگی علی دریابگی 1330 در حد بیان یک جمله کوتاه در صحنه یک میهمانی بود. اما بازی ملک مطیعی در ولگرد مهدی رئیس فیروز 1331 او را به اوج محبوبیت رساند و برای بازی در آن نخستین دستمزد فعالیت حرفه‌ای خود را گرفت. با موفقیت ولگرد، بلافاصله در فیلم‌های گرداب، حسن خردمند 1332 که نخستین فیلم رنگی سینمای ایران بود و سپس در فیلم غفلت، علی کسمایی 1332 بازی کرد. ملک مطیعی پس از بازی در غفلت از پارس فیلم به دیانا فیلم رفت تا در ازای بازی در 2 فیلم در سال ماهانه 1000 تومان دستمزد دریافت کند. اما پس از ایفای نقش در 4 راه حوادث ساموئل خاچیکیان 1333 که متفاوت از سایر نقش‌های او بود به خدمت نظام احضار شد. او پس از بازگشت در فیلم اتهام شاپور یاسمی 1335 بازی کرد. ملک مطیعی در فاصله سالهای 1336 تا 1340 در فیلم‌های بازگشت به زندگی، عطاءالله زاهد 1336، عروس فراری، اسماعیل کوشان 1337، طلسم شکسته، سیامک یاسمی 1337، دشمن زن، پرویز خطیبی 1337، دوقلوها، سیامک یاسمی 1338، اول هیکل، سیامک یاسمی 1339، امون و روز، سیامک یاسمی 1340، آرامش قبل از طوفان، خسرو پرویزی 1340، عسل تلخ، حسین مدنی 1340، سایه سرنوشت، اسماعیل کوشان 1340 و آسوپاس سیامک یاسمی در سال 1340 بازی کرد. پس از دهه 40 شمسی با حضور محمد علی فردین به عنوان جوان اول فیلم‌ها به تدریج از محبوبیت او کاسته شد. ملک مطیعی از سال 1341 با پوشیدن لباس جاهل‌ها و کلاه مخملی‌ها که پیش از او عباس مصدق و مجید محسنی به تن کرده بودند در نقش‌هایی ظاهر شد. ملک مطیعی در فیلم‌های کلاه مخملی اسماعیل کوشان 1341 با معرفت‌ها حسین مدنی 1342، مردها و جاده ها، ناصر ملک مطیعی 1342، ابرام در پاریس، اسماعیل کوشان 1343، سالار مردان، نظام فاطمی 1347 و مردان روزگار، مازیار پرتو 1348 با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کفش چرمی نکتیز
کلاه مخملی و دستمال ابریشم یزدی و تسبیح شاه مقصود، اگرچه مصداق زنده ای از نمونه اجتماعی سنخ جاهل نبود، اما مجموعه اجرای نقش به ویژه حرکات دست ها و بالا انداختن ابرو، تکه کلام ها و نقل هایش عامه بینندگان را مجذوب خود کرد. ملک مطیعی تا قبل از قیصر، مسعود کیمیایی 1348 و ایفای نقش داشفرمون با کلاه مخملی در نقش های دیگری همچون مرد روستایی، عروس دهکده، افسر نیروی دریایی، پاسداران دریا، شاه عباس کبیر، حسین کرد، رئیس دزدها، هاشم خان، پزشک، فرار از حقیقت و مانند اینها نیز ظاهر می شد. اما پس از موفقیت فیلم قیصر که نقش کوتاهی هم در آن داشت، دائما به ایفای نقش های کلاه مخملی دعوت می شد. علی بیغم، عباس کسایی 1349، رقاصه شهر، شاپور غریب 1349، توقی، علی حاتمی 1349، مرید حق، نظام فاطمی 1349، سقاب، زکریا هاشمی 1350 و کاکو، شاپور غریب در سال 1350 شماری از این فیلم ها هستند. مرد، غلام جاندارم، نقره داغ، ابرمرد، قلندر، آقا مهدی وارد می شود، دشمن، صلات ظهر از جمله آثار تحسین برانگیز وی محسوب می شود. ملک مطیعی اگرچه در فیلم‌های بعدیش کوشید تا از کاراکتر جاهلی فاصله بگیرد، اما تلاش او همواره توأم با توفیق نبود. او در فیلم بوت به کارگردانی ایرج قادری در سال 1355 در نقش یک استوار ژاندارمری ظاهر شد. کارگردان این فیلم ایرج قادری نقل کرده است: مشکل می‌شود با بازیگری جا افتاده طرف شد. من سعی می کردم حرکت ابرو را از ملک مطیعی بگیرم، می دیدم این بار قبقب می گیرد. مواظب قبقبش بودم، دستش حرکت اضافی می کرد. خب، تا چه اندازه می توان مواظب بود؟ این است که در بوت، ناصر همانیست که بوده. ملک مطیعی دوران پس از انقلاب را دوران سختی توصیف کرده است، زیرا دوچار انزوا و تنهایی و از طرفی عشق و علاقه مفرطی که به فیلم و سینما داشت قابل تحقق نبود و امکان کار هنری برای وی مهیا نبود. پس از مدتی به دعوت عوامل تولید برزخی‌ها نقش مثبت و کوتاهی را بازی می‌کند. با این وجود نام وی در زمان تیتراژ پایانی فیلم به نمایش در نیامد و روزنامه‌ها نیز خبری در خصوص حضور مجدد وی منتشر نکردند که این موضوع موجب دلسردی مفرط وی شد. وی شرح آن روزگار خود را این گونه توصیف می کند: کسی از دوستان من هم نمانده بود. بهروز که به خارج رفت، فردین هم مدتی تلاش کرد تا بتواند کار کند. ایرج قادری هم خواست که کار کند و کار کرد، ولی من از کسی تقاضای کار نکردم و خودم را کنار کشیدم. ناصر ملک مطیعی پس از 35 سال دوری از سینمای ایران، بالاخره در فیلم نقش نگار ساخته ی علی عطشانی بازی کرد. ناصر ملک مطیعی در 31 اردیبهشت ماه 1397 به دلیل مشکلات تنفسی و کلیوی در بیمارستان عاطیه تهران بستری شد و چند روز بعد در 4 خرداد 1397 در 88 سالگی درگذشت. پیکر او روز بعد با حضور جمع کثیری از اهالی سینما و مردم از مقابل خانه سینمای ایران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار آرامگاه محمد علی فردین دفن شد. روحشان شاد و یادشان گرامی. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.